سلام درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی این ویدیو در مورد سنگ تورمالینه البته رنگ سیاه چون تیف رنگ های مختلفی داره با خاطر همین فقط امشب و ترمالین سیاه فقط اومدم یه اطلاعاتی بهتون بدم ترمالین سیاه سنگیه که بعضی وقتا با سنگ های رنگ سیاه دیگه هم اشتباه گرفته میشه البته ترمالین سیاه کهربای سیاه هم بهش میگن اسم دیگهش کهربای سیاه هست. و اینکه ترمالین سیاه داره یک ساختار کریستالی و شیش زلی به همراه خدبندی های موازی و مشخصیه که طیف رنگ های مختلفی داره در کنار رنگ سیاه رنگ صورتی، سبز، بنفش، قرمز و رنگای زیادی هستش که حالا تو ادامه ویدیو هم اسمش رو میگم هم رو براتون میذارم. تورمالین سیاه نسبتاً سنگ زخیم و ساختار شیشزلی داره و برای ساخت بهترین جواهرات به کار برده میشه اما به طور کلی به عنوان سنگ نیمه قیمتی دست بندی میشه و تو گروه سنگ های قیمتی هستش سنگ ترمالین سیاه ارزانترین نوع در بین خانواده ترمالینه این دوتایی که اینجا گذاشتم ترمالین سیاه جز ارزانترین نوع خانواده ترمالینه و مثل سنگ های دیگه خیلی خواست هم داره سختیشم هم بین هفتا هفت 7.5 نیمه دزگاه هم مثل همیشه آوردم که سختیش رو براتون بگیرم و اینکه سه تا از مهمترین خواص سنگ تورمالین سیاه محافظت از انرژی های مخرب پاک کننده محیط اطراف از انرژی های منفی و متعادل کردن احساسات و هیجانات بیش از حده استفاده سنگ تورمالین سیاه بیشتر برای گوشواره آویز و دستبنده بیشترین کاربردی که داره سختیش هم که گفتم هفت تا هفت و نیمه و مثل همیشه سختی ترمالین سیاه هم براتون میگیرم اینایی که اینجا هستش ترمالین سیاه خیلی هم رنگ زیبایی داره. اینم سختی ترمالین سیاه خب تنوع رنگ این سنگ باعث شده که در گذشته با خیلی از سنگ های دیگه اشتباه گرفته بشه با خاطری اینکه تنوع رنگ زیادی داره نام این سنگ اصطلاحی که از قوم سریلانکایی به معنی جواهری با رنگ های مخلوط و متنوع گرفته شده از یه قوم سریلانکایی در واقع موقعی که هلندیا این سنگ رو به اروپا بردن این نام رو برای این سنگ انتخاب کردن و تورمالین نامیدن اولین بار هم در سال 1554 در برزیل توسط فردی به نام فرانسیسکو که برای بررسی زمردهای های کشف شده تو برزیل اعزام شده بود سنگ رو کشف کرد و اینکه چون سختی خوبی داره و چند رنگی هم هست یکی از بهترین گوهرها برای حجم تراشیه و بیشتر برای اینه که به عنوان وسایلی که حالا داره حجم و اندازه و حالت مکعبی یا کروی شکل داره برای این کارا بیشتر استفاده میشه معادنش هم خیلی زیاده و چند تا از مهمترین معادنش برزیل، سریلانکا، جمهوری مالاگاسی، موزامبیک، دیگه آنگولا، استرالیا، برمه، هند، زیمبابوه، نامبیا، دیگه اینکه تانزانیا، روسیه، آمریکا و سوئیس و تایلند. تا تو ایرانم سنگ یافت میشه. تورمالین، معادنی داره و خیلی نیست تو ایران یک، یکی از جای مهمش خاش که تو سیستان و بلیچستان قرار داره برویجرده و شمال غربی علیگودرز سنندج سیرجان و چند تا جای دیگه هم هست که یافت میشه و اینکه سنگ تورمالین به روش مصنوعی ساخته نمیشه یکی از دلایلی که حالا به روش مصنوعی سنگ نمیسازن به خاطر ساختار شیمیایی پیچیده ای که داره ساختار شیمیایی سنگ خیلی پیچیده است و ارزش اینکه مصنوعی ساخته بشه برای اون اشخاصی که حالا دنبالن سوء استفاده کنن ارزشش نداره به خاطر اینکه هزینه مصنوعی خیلی بالا میاد و حالا ساختار پیچیده هم ساختار شیمیایی خیلی پیچیده ای داره به خاطر همین دنبال مصنوعی نمیرن و همون رو بیشتر به فروش میرسونن و اینکه فقط اگه بخوان حالا دستکاری کنن نوع طبیعیش یعنی این سنگو نوع طبیعی با حرارتی بین 450 تا 650 فقط نوع طبیعیش رو تو رنگش یه تغییرات اندکی ایجاد میکنن فقط از نوع طبیعی اونم برای اینکه یه حالا تغییراتی مثلا حالا رنگ ارغوانی یا رنگ مثلا سبز زیتونی یا رنگ های دیگه بخوان ایجاد کنن فقط از نوع طبیعیش برای دستکاری و تغییر رنگ استفاده میکنن و مصنوعیش رو به خاطر همون حالا چیزای شیمیایی که داره فرمول شیمیایی پیچیده ای که داره دیگه به صرفه نیست که نوع مصنوعیش رو بخوان بسازن و فقط از نوع اصلیش برای این کار استفاده میکنن من هم اینجا فقط دو تا داشتم این هم شکسته دو تایی که میبینی رنگ سیاه و گفتم این که یه توضیحی در مورد این سنگ زیبا و نیمه قیمتی بهتون بدم خب مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره حمایت کنی سوالی چیزی هم در مورد سنگا داشتین در خدمت هم. تا سلامی دوباره یه ویدیوی دیگه یه آموزش دیگه بدرود